خب من لازم دیدم یه ویدیو برای اسپینافا و پریکوئلای که شبکه HBO برای سریال گیم آف ترونز داره میسازه بدم. اولین سریالی که میخواد بیاد، در واقع زودترین سریالی که میخواد بیاد، اسمش از لانگ نایت. داستانش 5000 سال قبل اتفاقات خود گیم آف ترونز اتفاق میفته. برای تایم پریودی که تو خود سریال بهش میگن گولدن ایج آف هیروز، یعنی فارسیش میشه دوران طلایی قهرمانا. داستانش در واقع اوریجین استوری وایت واکر هاست، اینکه از کجا اومدن، چجوری به وجود اومدن، چرا اصلا اینجوریه. خیلی با دپتر و با دیتیل تر داستان وایت واکر ها رو توضیح میده. تنها کاراکتری که تایید شده از سری گاد تو این سریال از خود نایت کینگ، در واقع اوریجین استوری نایت کینگ و بچهای جنگله. در واقع اصلا سریال از جایی شروع میشه که نایت کینگ برند بیلدر استارک اصلا به دنیا میاد و داستان اونجا شروع میشه. بازیگری که حضورش تایید شده هم نائومی واتس که نقش نیسا همسر آزوراهای رو داره که قهرمان افسانه‌ای وستروسه. آزوراها یه چیزی تو مایه رستمه، لقب بهترین شمشیرزن تاریخ وستروس رو داره. تا قبل فکر کنم سیزن 7 اینا همه فکر می‌کردن جان استو همون روح آزوراهای تو جان استو دمیده شده و باز زنده شده، که اینجوری نبود. بازیگرای زیاد دیگه هم تایید شدن ولی همشون خیلی گمنامه. دقیقا مثل فصل 1 گاد زیاد کسی نمی‌شناد. احتمالاً بعد فصل 1 این سریال همشون خیلی معروف بشن. اونجوری که میگن سریال خیلی هم معماهایی که و خیلی سوالایی که خیلی درباره گاد دارن رو جواب میده. سریال قرار اواخر 2020 یا اوایل 2021 بیاد بیرون. لول مخفی کاری داستان این سریال انقدر زیاده که خود بازیگرا تایید نمیکنن که دارن تو این سریال بازی میکنن. اما تو اینترنت یه سریال تو شمال ایرلند لوگو HBO و یه سریال تاریخی رو دیدن که داره فیلم برداری میشه که 100% همینه. خب این سریال لانگ نایت اومدنش 100% یعنی تایید شده. اینجا بابا سریالای میگم که خود جی آر مارتین گفته که میخوان برن تو پروداکشن، اما HBO هنوز تایید نکرده. سریال بعدی که میخواد بیاد کانکوست ایگان تارگریان تو وستروس، یعنی با اجدهاش وارد وستروس میشه و تمام کینگدومای اونجا، در واقع همون 7 کینگدومو میاره زیر پرچم تارگریانا. من خودم بیشتر همه دوست دارم این سریال بیاد، فیوریت شخصیمه، ولی بودجه ای که نیاز داره برای ساخت این سریال خیلی زیاده و اصلا آیا میصرفه که واسه تلویزیون همچین پولی خرج بشه؟ برید ویدیو کانکوست ایگان که تو آجی تیوی گذاشتم ببینید، داستانش یکم دستتون میاد. ولی برای ساختش چند تا مشکل هست. یکی هم مشکلاتش اصلا تابو فرهنگیه، چون که توی داستانش ایگان با دوتا خواهرش که باشون رابطه داره دیگه خیلی سکسی بازی و کلا هم تارگریان ها هستن و اصلا از لحاظ فرهنگی حتی شاید با الان دنیا زیاد نخونه. جدای مسئله فرهنگی و سکس فامیلی و این حرفا، سریال به بودجه بسیار زیاده واسه دراگونا نیاز داره. یعنی نه تنها سه تا دراگون بزرگ خود ایگان و دو تا خواهرش دارن، که خود دراگون ایگان بزرگترین دراگون ممکنه که جمجمش زیر زیرزمین کینگز لندینگ بود. بلکه اصلا اجدها زنده و خیلی اجدهای مختلفی تو سریال هست. اصلا جدای اجدهای اصلی عالم اجدها دیگه هم بعد بسازن. یعنی تو فیلم هابیت پیتر جکسون پدرش در اومد نیم ساعت اجدها نشون بده. اینجا خارج از قضیه اجدهاها یه عالم قلعه و جنگای بزرگ تو این داستان داره. طلاهای لنیسترا اساسا به یه بودجه خیلی زیاد نیاز داره این سریال. سریال بعدی که قرار بیاد 100 سال قبل گات اتفاق میفته. داستانش در کتاب دانکین انک ساخته شده، بازم در روی تارگریان ها اجداست ولی کمتر اجدا داره، علاوه پولی قابل مدیریت تره. سریال بعدی که قرار بیاد در روی انقلاب و عشق عاشقی رابرت براتیونه، که احتمال ساخت این سریال خیلی زیاده چون نه وایت واکر داره نه اجدا داره، یعنی علاوه بودجه خیلی راحت تره. بیشتر دیپلماسی داره، پدر مادر جان استون، جوونیای سرسی، جوونیای رابرت، جوونیای لیتل فینگر، یه عالمه شخصیت کاریزماتیک دیگه جوونیاشون رو میبینیم و خیلی به احتمالاً دیالوگ بیس. خودم خیلی دوست دارم سریالو ببینم. همه این سریالایی که گفتم داستانش قبل گات اتفاق میفته، در واقع پریکوئله. اینجا بعد سریالایی که بعد گات میخواد بیاد و میگم. اسم سریالی که میخواد بیاد گرین لیتی، که در واقع ادونچرای آریا خارج از وستروسه. داستان این سریال بیرون وستروس اتفاق میفته. در واقع آریا چش قهوه‌ای کش که لرد آف ری بود، یه چش آبی کش که نایت کینگ بود، ولی هیچ وقت چش سبز نکشته و این سریال در این که این چش سبز رو چجوری میکشه است. حالا این چش سبز میتونه قول باشه، میتونه اجدا باشه، میتونه یه پادشاه یه سرزمین دیگه باشه، هیچکی نمیدونه. سریال بعدی هم در روی سانسا کوین آف د نورث و جان اسنو برند بروکنه. در واقع یه اتفاق انگار میفته که این سه نفر باز باید با هم ملاقات کنن. حالا کسی نمیدونه آیا کانفلیکتی بین این سه نفر میشه، آیا یه دشمن بیرونی میاد که اینا با هم متحد بشن باهاش بجنگن، یا یه اتفاق خیلی سورپرایزینگ و خفن گیم آف ترونزی میفته که احتمالاً همین باشه، هیچکی نمیدونه. بیشتر از همه منتظرید کدوم یکی این سریال رو ببینید. نظرتون رو برام کامنت کنید، تو یوتیوب سابسکرایب کنید، پیج رو تو استوریا دنبال کنید. فعلا. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn.